ابتداعا چون بعد اینجا شروع بکنم ایشون میگن من تنها کار کردم و هیچ نقشی در قهرمانیش که نداشت. من از اون دو ناراحت شدم که متاسفانه برخی خواستن خودشون رو کنار بکشن و تمام تقصیرات رو بندازن گردن من. شما اگه نگاه بکنین من بازیکنایی که اول فصل خواستم ایشون میتونست خیلی راحت، من از این ناراحت شدم، خیلی راحت میتونست بگه که علی دایی این بازیکنا رو میخواست، مثلا بودجه باشگاه اجازه رو نداد این بازیکن‌ها رو بگیریم، یا این بازیکن مثلا الان که توضیح میدن اون موقع میمدن تو ورزش مردم چنین توضیحاتی رو میدادن، نه اینکه الان بیان بعد اینکه اون صحبت‌ها رو کردم و من شروع کردم که عنوان کردم کیا رو میخواستم اومدن گفتن که بله ما اینجوری بود. هادی عقیلی، من خودم با شما قرار گذاشتم تو رستوران رفتیم صحبت کردیم ابتدای فصل، شما سوم خرداد که لیگ حذفی تموم شد ما 6 تا بازیکن لیگ برتری میتونستیم بگیریم. خب طبیعتا تو این 6 تا لیست 6 نفر آقای غلامرضا رضایی، محمد نوری، آقای کریم انصاریفر، آقای خلدبری و فکر میکنم آقای رحمتی. بعضا الان لیست رو که میگن آقای سید جلال حسینی، آقای نمیدونم هادی عقیلی. خب این که پس میشه 10 تا میتونستیم 6 نفر میتونستیم بگیری. شما من ازتون خواهش میکنم برین از خلدبری بپرسین که چرا نیومد پرسپولیس. من دوست ندارم چیزای دیگه بگم. شما میتونین از آقای سعدی، راست میگن، ایشون به من زنگ زد اولین بازیکنی که من بهش گفتم هر چی میخواد بگین تو نیم فصل اماد رضا بود، زنگ زدم به من گفتم که حتما شما این بازیکن به درد ما میخوره، چون خط حمله ما نتونسته خوب گلزنی بکنین، گلزن خوبه، هر چقدر میخوان تنها بازیکنی که من به ایشون گفتم که ایشون رو بگیرین. من یک سوال دارم، شما چرا نتونستی اماد رضا رو بگیری؟ خب ما وقتی که با آقای زنویتور صحبت کردیم، آقای زنویتور وسط راه رفتن با تیم استیلازین، آقای دایی اعلام کردم گفتند که نه این بازیکنی که ما رو دور زده نمیخوایم. آقای زنویتور هم زنگ زد، خیلی هم عذرخواهی کرد، برگرده قبول نکردن. خب طبیعی بودش، غلامرضا رو و نوری رو ما بلافاصله قرارداد بستیم، گفتن به جای آقای زنویتور آقای فشنکی رو بگیرید. پس 3 تا بازیکن دیگه ما میتونستیم بگیریم. ما بازیکن هادی عقیلی رو هم میخوام. آقای دایی روز نهار من رو دعوت کردن، من هم رفتم، آقای عقیلی هم بودن، گفتیم که آقای عقیلی میخوام بیان، گفتن من برم اصفهان صحبت کنم، بعد زنگ زدن گفتن که خانومم راضی نشدن و ما اصفهان موندیم. این اختلافات. بعد زنگ زدیم آن دو تیموریان رو میخواستیم برای هافک دفاعی، آن دو تیموریان من باش مستقیم صحبت کردم، گفتن من 25 تیر بعد از جام جهانی میام. خب بلافاصله با آقای دایی اطلاع دادیم، آقای دایی گفتن مازیار زارا رو بگیرید. خب طبیعتاً ایشون انتخاب اول رو باید ایشون انجام بدن. وقتی که من رفتم دنبال آقای دایی اعتقاد داشتم که ایشون میتونه به تیم کمک بکنه و گذشتن از مربی به نام آقای کرانچار با پرونده خوب، با تجربه خوب، کار سختی بود و عملاً خیلی‌ها نمیپذیرفتن. مبلغ قراردادی که آقای شیش دارن مبلغ 300 میلیون تومان بوده، 50 میلیون تومان هم آفر گذاشتیم. به احترام حرف آقای دایی 350 میلیون تومان باشگاه خسارت خورده. نظر مربیه، من این پولو باید پرداخت کنم تا قرون آخرش. اما یه شوپهی که پیش اومده این هستش که تو لیست آقای شیش رضایی اعلام شده که ایشون 90% گرفته و آقای دایی 70%. من فقط چون اسامی آدم ها هستش، به خاطر اینکه مبالغشون هست شاید راضی نباشم. نفر اول آقای دایی است که 70% اینجا گرفتن و اینجا نفری که 90% گرفتن آقای شیس رضایی هستن. دقت بکنید، ایشون عنوان کردن که چون ایشون اخراج شدن ایشونو من از سر تمرینات اخراج کردم، ایشونو که باشگاه هم همیشه صحبت کرده از باشگاه اخراج که نکرده. چجوری میشه از بقیه بازیکن‌ها بیشتر بهشون بدن با تمام چیزایی که حساب بکنین؟ بعد ببخشین، احمد عابدزاده چه فرقی با آقای شیس رضایی میکنه که پول ایشونو ندادن؟ اون موقع نمیدادن، این همه حرف پیش اومد و الانم من نمیدونم احمد گرفته یا نگرفته، چه فرقی داشت؟ چه
چجوری میشه احمد عابدزاده رو پولشو ندین اما آقای شیخ رضاییو 90% پولشو بدین؟ این شایعه پیش اومده که آقای شیخ 90% از مبلغ کل قراردادشو گرفته، در حالی که آقای شیخ 25% جریمه شدن. یه دونش به خاطر بی‌احترامی به آقای دایی هستش که کمیته انضباطی 15% از قراردادشون رو کم کردن، یعنی 52,500,000 تومان کسر کردیم که این جزء دریافتی‌های آقای شیخه. و 2 تا 5% هم که از بازیکن‌ها کم کردیم بعد از 5 تا باخت و باخت به استقلال، 10% هم ازشون کم کردیم. یعنی اگر از 90 25% جریمه رو کم کنیم 65% هست که گرفتن. آقای دایی هم تقریبا با توجه به اینکه جریمه شدن همه ی تیم، ایشون هم تقریبا 70% مبلغ قراردادشون. اگر مایلن بگم ایشون قرارداد یه فصلشون 500 میلیون تومان بوده. آقای سری بالاخره به اون پستی که شاید خیلی ها میگفتن حقتون بود سال قبل برسیم، بالاخره به اون که سرمربیگری پرسپولیس بشه این فصل دست پیدا کردین. اول از احساستون برام بگین، چون برای خیلی برای شما حائز اهمیت در پرسپولیس که خیلی برای زحمت کشیدین. بله، منم تشکر میکنم اولا از کمیته فنی که این مسئولیت بزرگ رو به من داد و با کسب اجازه از پیشکسوتان مخصوصا آقای درخشان و همچنین کسب اجازه از آقای دایی که این دو ساله خیلی زحمت برای پرسپولیس کشید. امیدوارم یه تیم خیلی خوبی رو آماده کنیم که تو امسال بتونیم تو لیگ و باشگاه آسیا موفق بشیم. ما از همین امروز که قرارداد رو بستیم سعی میکنیم که بازیکنهای مد نظرمون رو جذب کنیم و چون زمان از دست دادیم ایشالله که بتونیم از فردا استارت کاریمون رو بزنیم با یه سری آزمایش‌ها و تستایی که از بچه‌ها می‌گیریم و شروع کارمون رو بذاریم ایشالله بعد از 3-4 روز که بتونیم تمرینات رو توی تهران شروع میکنیم تا تیممون جمع بشه و به یه اردوی توی ایران میریم و به دلیل بازی کردن بازی‌های تدارکاتی که می‌خوایم انجام بدیم، حالا یا توی ایران انجام میدیم بازی تدارکاتی خوب که اگه امکانش باشه یا تو خارج از کشور. میلاد فخرالدینی توپ رو گرفت، خود فخرالدینی یک و دوش با مسلمان، فخرالدینی در محوطه جریمه، خود میلاد و یک کورنر از راه دور، این ضربه پای چپ توپ تیر دروازه میخوره. یه لحظه فخرالدینی جاموند، حالا هم شماره ایش در تیم مقابل یعنی نبیل صباح شوتو زد به سمت دروازه. بای سبا قبل از اونم جست و گریخته بازی میکرد. یک و دو فرصت است برای تیم ما. اوه از نهاد همه بلند شد و مصنع خالد فیصل جاسم مدافع جلو کشیده عراقی ها توپ رو میفرسته به روی دروازه، این ضربه خطرناکه. خوشبختانه توپ ننشست رو پای امجد رازی. یه بار دیگر حرکت از سمت چپ، فرصت هست برای روی دروازه، میزنن به ضربه رو و توی دروازه. حساب کار در مجموعه دو دیدار 1-1 مساوی میشه. امجد رازی روی این ارسالی که انجام شد و حامد لکی که نتونست ارتباط توپ رو قطع بکنه. خودی علی اسکری میفرسته توپ رو به روی دروازه، خطرناک. برمیگردیم به بازی، فرصت است، یه موقعیت همه رو داره جا میذاره. آفرین به حامد لک، با اصرار و سماجات فراوان عالی توپ رو میگیره فخرالدینی. یه موقعیت برای ایران، پشت محوطه جریمه علی اسکری، انصاری فرد، فرصت برای آرش افشین. احمد رازی اشتباه از او، فرصت برای کریم انصاری فرد، میزنه ضربه‌شو کریم. حرکت پا به توپ بچه های ما، پشت محوطه جریمه احسان حاج صفی، یه موقعیت هست برای علی اسکری، پاس رو به عقبش، توپ ننشست رو پای مسلمان.
یه بار دیگه به روی دروازه فرصت به احمد رازی، آفسایدی هم در کار نبود، توی دروازه توی دروازه احمد رازی، امجد رازی گل دوم خودش و تیمش رو هم زد. امجد رازی حالا این تعویض منطقه بازی هم خیلی خوبه برای بازیکنان تکنیک ما که فضای بیشتری داشته باشن، رو پای چپ میفرستن و کورنر. یه بار دیگه در موقعیت تک به تک دیگه شاید امجد رازی، پاس رو عقب خطرناک، خود علی عسکری پشت محوطه جریمه، این پاس عالی تک به تک، باید دیگه این ضربه رو بزنه، باید دیگه این توپو گل بکنه میلاد فخرالدینی. امیدواریم به هر حال تدابیر و تفکرات های منصوریان نتیجه بده در این لحظات. فرصت هست برای بازیکنان ما، پاس رو به بیرون، شوت محکمی که میزنه توی دروازه و پرچم کمک داور بالا رفت به نشانه آفساید و گل رو نپذیرفت. اینجا همه دنبال مثل که یه قتلی صورت گرفته، دنبال قاتلش میکرد. متاسفم تو 39 سال ندیده بودم و سخت‌ترین لحظات من از 11 صبح تا ابتدای بازی بود. کنترل این بازیکن ها خیلی سخت، اینا شاید 2-3 ساعت فقط تو هتل گریه میکردن اینکه آرومشون بکنن. و متاسفانه با تمام تجربه‌ای که داشتیم فقط تونستیم تمرکز اینا رو برگردانیم، اما ما چون باید 4 تا گل میزدیم سخت بود برای بچه های ما، واقعا سخت. آیا جیل مقصر کیه؟ حالا بعضی ها مثلا سرپرست تیم این نباید بدونه که بازیکنش دو اختار است یا نیست، چرا این اتفاق باید به این شکل بیفته؟ متاسفانه نامه‌ای که داده بودن به روابط بین‌الملل تو 4-12 آقای منصوریان اصلا نبودن، کادری هم نبود، کادر قدیم بود. این آقای نبی دستورشو داده بود تمام اطلاعات دقیق در مورد تیم امید رو داده بود برای کمیته ملی پایه‌های ما امید جوانان و جوانان با آقای منصوریان انتقال بدن تمام وضعیت، یعنی در واقع پرونده گذشته را هر چی که هست انتقال بدن به آقای منصوریان. خب ما چیزی که 25 تا بازیکن رو ما رجستر کردیم، ثبت کردیم، روابط بنمونن ما نفرات ما رو دیده که 25 نفره، نامه افسی دست اونا بوده، دست من نبوده که، چون افسی با فدراسیون فوتبال همایش میکنه. 25 بازیکنی که ما رجستر کردیم روابط بنمونن ما باید نگاه میکرده که آقا کمال دو اختیار است و نامه از افسی اومده که این نباید بازی کنه. دست علی منصوریان من کسی دیگه روحمونم خبر نداشت و متاسفانه اینو در اختیار مقصر ما این به نظر شما. ما وقتی میدونیم قبل اینکه بریم تو زمین بازی رو از دست دادیم، باید 4 تا گل بزنیم. تیم ملی عراق تیم مالدیو نیست که ما بریم اگه اونجا 2 تا میزدیم که اینور باید 9 تا میزدیم ما امروز. ولی خدا شاهد من شرمنده، یعنی همه بازیکن شرمنده این مردممون شدیم که امروز با اینکه تیم ملی امید حالا بالاخره مردم دور شدن از ورزشگاه، ولی امروز استقبال خوبی رو کردن، واقعا شرمنده اونا میشدیم.